من مثلا یه دفعه نامزد کردم با یه جادوگر، کارگری باربری هتل، شاهکارم گارسونی بود. یه خانم ایتالیا اومد گفتش که میدم اون سیگارت پرکورتزیه. گفتم بابا چقدر آدمای مهربونی. سلام به بیننده‌های خوب رسانه تی وی پلاس، وقتتون بخیر باشه. گفتگویی دارم با یکی از بازیگرهای خوب سینما و تلویزیون، جناب آقای امیر محمد زنده عزیز. مخلصم، سلام عرض می‌کنم شاهان نازنین و همینطور مخاطبین خوب تی وی پلاس، رسانه‌ای که فکر می‌کنم بالغ بر 10 سالی هست الان تی وی پلاس هم هستش. 10 سال رفت کرد. هفتمین فیلم کوتاهتون هست و یه ذره راجع به این فیلم صحبت کنیم و بریم به سمت اتفاق‌های دیگه. سلامت باشی. خب به هر حال نظر به این که من مثلا کارگردانی سینما خوندم در ایتالیا و رشته تحصیلیم کارگردانی هست، ولی خب به فراخور در واقع حال و احوالات خودم دوست دارم فیلم بسازم، دوست ندارم بر قیمتی حالا صرفا کارگردانی بکنم. یه سری اتفاقاتی که اتفاقات ناخوشایندی که تو این اثنا افتاد، تو این چند وقت اخیر، بله، فوت استادم کیومرث پور احمد، آقای مهرجویی و اتفاقاتی که افتاد، یه ذره فیلم حال و هوای اینها رو داره. یه جورایی هم این فیلم آخرم ادای دینه به آقای پور احمد، یعنی در واقع اتوبوس شب اگه اشتباه نکنم. بله بله بله، سابقه همکاری داشت در واقع، حکم پدر هنری و معنوی منو داشت. یک اتفاق عجیب و غریب برای امیر محمد زند افتاده، اتهام قتل. شان جان، من چند سال قبل یه سریالی بود به اسم به دنیا بگویید بایستد، بعدن توی مصاحبه ای من گفتم که تو مثلا همون سال 86 87 گفتم که این قصه برگرفته شده در واقع از قصه واقعی که تو زندگی خود من افتاده. بله. و ما حالا اینو اومدیم دراماتیزش کردیم و اینها تبدیل شده به این سریال. اینها گفتن این قصه چیه؟ گفتم این که از همخدمتیام خودکشی کرد و از اونجایی که در واقع اون سربازی که محل پستی قبل رو پست میداد من بودم، از منم سوال پرسیدن، گفتن آقا بازجویی شده. بازجویی شدم. بله, بله. بازجویی شدم، دقیقاً بازجویی شدم و بعدم که خب فهمیدن که خب متاسفانه خودکشی اتفاق افتاده و اینها، خب تمام شد. گذشت و چند وقت بعد دیدم که دوست آشناها و فامیل اونایی به من زنگ میزنن، امیر چیزی شده، چی شده، فلان، وثیقه میخوای برات بیاریم، نمیدونم وکیل میخوای برات بگیریم. چرا وکیل؟ چی برای چی؟ چیزی شده، چیزی نشده اینا. بابا مگه آدم نکشتی؟ گفتم من آدم کشتم. من کجا آدم کشتم؟ اگه من آدم کشته بودم که راست راه نمی‌رفتم، بازیگر یه کشور نبودم که الان. خب چرا یه دفعه این جدی شد این اتفاق؟ تیت برداشتن یه سری همکاران خبرنگار عزیزم، یه شیطنتی کردن که البته توی اون فقط لید خبر، توی اون تیتر خبر اینو نوشتم. بعدن که خبر رو میخونی، اون در واقع مصاحبه رو میخونی، میبینی که اینطور همین حرفای من گفته شده. آره. ولی لید و در واقع اون تیتر خبر رو برشتن کردن که امیر محمد زند به اتهام قتل دستگیر شد. جالبه هنوز که هنوزه که بالغ بر مثلا چه میدونم 20 سال از این ماجرا میگذره، هنوز که هنوزه این اتفاق هست. راستش رو بخواین، حالا بیننده های تیوی پلاس هم که از خودمونن، چند وقت پیش من یه تصمیمی گرفتم که ازدواج کنم. بله. بعد با اون شخص مورد نظر حالا صحبتی کردیم و اینها که حالا مثلا قبل از اینکه حالا به مرحله خانواده و اینها برسه، دیدم یه روز به من پیام داد که آره من میدونم تو گذشته سختی هم داشتی و فلان این حرفا. گفتم رفته گذشتش سخت چیه؟ چه گذشت؟ آره بالاخره سختی کشتم، نمیدونم ایتالیا رستوران کار کردم، نمیدونم گارسون بودم، نمیدونم باربری هتل کردم، فلان کردم. ولی خب چه سختی؟ گفت آره حالا این چیز شده اینها، الان مسئله قضایی نداری، پرونده قضایی، چون ما خانوادهمون یه ذره حساسه به این چیزا اینا. گفتم یه ذره به قتل به قتل حساس. بعد سری دوزاریم افتاد، گفتم که ببین اصلا این نیست، اون تیتره یه تیتره، تو برو اون تیتر رو بخون فلان. که اومدم تو پیجم دوباره گوشتم آقا به قرآن به حضرت عباس میخواین از پلیس آگاهی بگم؟ مثلا رئیس پلیس آگاهی زحمت بکشه بیاد یه عدم سوء پیشینه. من میخوام ازدواج. حالا ازدواج کردی؟ نه دیگه، به هر حال به آدم بر میخوره دیگه. بعد نه، من از این یه ذره ناراحت شدم که یه ذره که چرس کنم بیشتر، که ایشون پزشک بود. و گفتم شما به عنوان یه پزشکی آدم تحصیل کرده، اگه مثلا یه آدم عادی بودی
مثلا خب یه تیتر چون دیدی مردم عادی یه تیتر میخونن عبور آره. میکنن یا خب اینم که قاتله اینم که فلان داریم خبرخوانی نداریم دقیقاً میگه خب این که قاتله این که فلان شد این ازدواج کرد این که طلاق گرفت این همین جوری میخونه بله ولی شما که آدم تحصیل کرده این نزدی رو اون لینک باز کنی ببینی چی نوشته توش یا مثلا جز لینک هایی که تو گوگل از من هست دائما یعنی اول بزنی امیر محمد زند اولین لینک به ضرس قاطع میاد ماجرای دستگیری امیر محمد زند به جرم قتل و فلان عکس امیر محمد زند و همسر و فرزندش دقیقاً دیدم که من آره دیدم که من میگم آخه چرا مثلا دوست دارین ما رو زن بدید بابا اگه کار نیتتون خیره که اتفاقا باید بگین مجرده یکی بیاد با ما ازدواج بکنه اگه شما میگین زن داره که همون چهار نفر هم میاد گفتم که ناراحت شدم گفتم من از شما توقع دیگه ای داشتم و این واقعا حق و ناسه واقعا ظلمه یعنی میدونی در حق یه آدمی ظلم داره میشه ایتالیا که برای تحصیل رفته بودید شرایط سختی داشتید اون اوایل دوست دارم یه ذره راجبش صحبت آره. میشه چند ساله بودید که رفتی؟ 21 سال اوج جوانی و من ول کردم رفتم ایتالیا روم و کارگردانی سینما رو خوندم کارگری، باربری، هتل، حال توال چوری نشونه میخوام بگم که گفتم گارسونی کار عمدم یعنی شاهکارم گارسونی بود یه چیز بعد آموزی داره ولی بگم بامزه است آقا ما تازه قبول شدیم رفتیم بر ثبت نام و شروع مثلا کلاسامون اینها بعد آموزی قبلا من سیگار میکشتم سیگار دستم بود داشتم سیگار میکشتم اینها یه خانم ایتالیایی اومد گفتش که میدم اون سیگارتا پر کورتزیه گفتم بابا چقدر آدمای مهربونی هم. من به عنوان ایرانی باید این مهربونی و این اراده چی گفت من نفهمیدم میشه خواهش کنم یه دونه سیگار به من بدید و اینها میدم اون سیگارتا یه دونه سیگار به من میدی پر کورتزیه یعنی خواهش میکنم استدا دارم گفتم خواهش میکنم گفتم سی چرتو درآوردم و دادم خدمتشون و بعد گفت میچندی روشن میکنی برام گفتم سی چرتو براش روشن کردم و گفتم خب خدا رو شکر من تازه اومدم تو این کشور بالاخره یه ایتالیایی برای اینکه زبانم خوب شه ببین فکر بد نکن زبانم میخواستم خوب شه گفتم خب زبانم میخوام خوب کنم این خانومم که خانم مهربونی از منم که سیگار گرفته گفتم که خب حال بعد گفتم خب گفت گراتیه رفت ای رفیق من سیگار دادم اینا تا یه حج سوالیه دو تا فلانی بگو حداقل من کلاسم چی ثبت نام بکنم اون خارجی مثلا رفت من همجور توی افق که داشت میرفت داشتم نگاه میگم عجب با بچانسی آوردیم اینا یکی زد روشونم یه بار برگشتم گفت چاو بلا میده اون سیگارت یه لاتولوت گوشواره و یقه باز و فلان همه این ریختی من ریشه تراشیده کروات اینجوری واسدادم اینه وقتی بابا کوچک بود بله بعد گفت او بلا میده اون سیگارت گفتم بفهم دادیم و اچندی روشن کردیم رفت ببین در کسری از ثانیه این اومد اون اومد فلان چرا؟ سیگار رو بسته من تموم شد بعدا فهمیدم اینا اصلا سیگار نمیخرن سیگار از هم میگیرن اوه. چون سیگارم گرونه اصلا مدلشونه سر چهارا بستی چلای سیگارت دم الو میگه که مثلا نون بعد یه بعد یاد گرفته بودم هر کی میگفت سیگار داریم گفتم اوجا فرز و میدیس پیچ همین الان خودم گرفتم میگفتم خودم همین الان میخوای باقیش تو بکش میگفت نه من میرم من زندگی نامه‌مو نوشتم اینجا اولین بار دارم برای تو میگم شاهان عزیزم تا الان 1900 و فکر کنم 30-40-50 صفحه A4 شده که مثلا 400 صفحه 500 صفحهش فقط به 4 سال دوران تحصیلم تو ایتالیا برمیگرده و عین این مثلا هنرمند قدیمی های با کلاس ها و اینها هیچ کسی نخونده و نخواهد خوند تا زمانی که بمیرم دوستم آدما بخونن حالا جوونایی که عمر بزرگ شدن که چه جوری ممکنه برای یه آدم اینقدر اتفاقات عجیب و غریب بیفته من مثلا یه دفعه نامزد کردم با یه جادوگر بعدن فهمیدم چی؟ طرف جادوگره جادوگر بود شعر به زبان سانسکریت به دیوار خونش آویزون بود یه سری علف و نمیدونم گیاه های مختلف و اینو دم میگه این فیلم ها
این فیلم ها میرفت زیر آبشار وای میستاد به زبان سانسکریت دعاهای جادوگری میخوند. دیگه چه میخوام بهت بگم که یعنی فقط یه لید داشته باش که من میگم خدایا مگه چند نفر تو زندگی مثلا طرف نوک یه کوهی زندگی میکرد، نه تو ایرانا، طرف نوک یه کوهی زندگی. من اصلا چرا باید بین من این همه آدم اون آدم که نوک کوهه با من آشنا بشه و من برم تو اون خونه و بفهمم اصلا جادوگر چیه کیه؟ طرف جادوگر و جادوگر سیاه داریم، جادوگر سفید داریم، اصلا خودمون یه قصه است. میگم یعنی زندگی من یکی دیگه اش هم میگی تا بقیه شما در عبرت بگیرن. طولانیه مصاحبه باشه برای دفعه بعد، واقعا قصه زیاد دارم.